درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. اومدیم با یه ویدیو بسیار جنجالی. ویدیو امروز اومدیم یه دونه از این دیوونه‌های ایرانی رو آوردیم با یه دونه از این دیوونه‌های خارجی. دیوونه منظورم اصلا بی احترامی نیست، از اینایی که ویدیوهایی می‌سازن که واقعا آدم واسه تعجبش میشه. دقیقاً یعنی یه دونه سم خارجی که کارهای عجیب غریب می‌کنه که من فکر می‌کردم اونا ندارن، خیلی هم زیاد دارن، با یه سم ایرانی. می‌خوایم ببینیم ایرانی سم‌تره یا خارجیه. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، ولی قبلش یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صاباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. راو تو 665 کاو 999 نفر. ببینیم ایرانی ها سمترن یا اون برای آبیا. این ویدیو زیبا و دیدنی و همراه با کلکسی جذاب داریم. خب بچه ها میریم سمت اولین ویدیو. اولیش 100% خارجی است. Hey Ak, what's going on man? Fix my step. وای آقا فهمیدی چی شد؟ در اصل دستش کرده بود تو جیبش، یعنی تو دستش دستکش نبود، دستکشش کرده بود تو آستینش. سلاطین غرب اومدن کجا؟ سلاطین غربشون اومده در بند هاشم. بزرگ اینجا کیه؟ تو سلاطین غرب ریده؟ بچه‌های غرب وقت خیلی اعتراض زیادی برای همتون قائلم، منظورم این سلاطین بودن، این سه تا. بعد از عمل ببینید که به چه صورت در اومده و نظر ایشون رو در رابطه با عملی که داشتن ببینید که به چه صورت بوده. آقا تغییرتون به چه صورت بود؟ خیلی راضی هم، دستم درد نکنه، باز شده صورتم، چشم حس میکنم، دردم اصلا نداشت. من میشه گفت ریدم ولی راضی هم. ولی فکر کنم این چون بلا فاصله بعد عمل بوده اینجوری جلوه میده. درست میگم دختر شما تجربتون بیشتره، وگرنه یه ذره از عمل بگذره صورتش جافتاده تر میشه. پشمام واسه دستمال توالت هم باید پول بدید. بچه ها برلین هم همین شکلیه، میرفتیم کلاب واسه که کاپشنمون آوازو کنیم باید پول بدیم، هر دورم که میرفتیم میشاشیدیم 20,000 تومن پول میدادیم. ریدم توش ایرانی ها. خواهم بعد عمل مشاهده کنی که بچه آشی این ریدم ولی راضی هم دومه. عزیزم نمیتونه حرف بزنه، به زور بعد عمل کشوندات. آقا این 100% جا میفته صورتش، اولش این شکلیه، چون اگه دقت کنید حالت چشاش چپ و راست شده، من مطمئنم بعد عمل جا میفته. اینجوری میشید پس اونجوری میشه. من حق ندارم به کسایی که باعث شدن من دیده شم. سیر بابا سیر بریدم دهنم. این فیلتر دماغش اینقدر اغدهی بارا برده. این چه بیاد فیلتر دماغش مگه نه؟ نه بابا لنقشون بابا اینا یه باش انابو هم. ببین یه غذا یه کباب به چه شایی اینا ببینید دیگه چیه. مامانتون نهی براتتون بهتون غذا بده بخواید گشنه‌ای. یکی اینکه اینا همونایی هن که باعث میشن اونا شاخ شن و احترامشون واجبه. همین اینا حتی به نظر من هیترام احترامشون واجبه. دو اینکه خیلی زشته، حالا بازش نصیحتی شعاری نمیخوام بگیرم، ولی خب شاید خیلی ها واقعا ندارن که ببرن رستوران. حالا داری میخوری میگیری هم اوکیه، من زیاد مخالف نیستم، ولی دیگه اون حرف بعدش خیلی زشته. پنیر دودی که من میخورم روز سه تا، خب 50-60 تومن پولش رو میدم. خب به انم 4-5 تا بسته میخورم. اگه بخوای اون کار رو انجام بدی در روز برشکستی میشی. در روز برشکستی میشی هیچی. بابا خدای من این چی؟ این جدیه واقعا یا ساختگیه؟ بزن بعدی بابا. این کپ شخصیت جی تی ایه به خدا. عزیزم چه سلفی اعتماد به نفس کاذبی هم داره. این هاش دیدید کپ شخصیت خود جی تی ای بود. خواهش کردم که این ناحیه من قرار بود که نخ بکشم. من اینو دوستش دارم. قرار شد که این ناحیه من شکاف بدن، ناحیه رو بکشم، جمعه انجام بدن. گزه یه گوله برفه. First surgery went well, but after a while he started having trouble breathing. 22 surgeries from the same surgeon. وای یکی عمل جراحی کرده، عمل جراحیش موفق نبوده. وای عزیزم مادرت به چیز ایشالله که نمیره. وای وای یالی بود پسر خوشتیپه. خب
پاچی این فیلتر من یه می واقعا ببین با خیلی با نمکه آوری ولی اصلا نمیدونم چی بگم. تو دوباره صورتو ببین، این 100% فیلتره، مثل دو مدل چیزه دلفین و نمیدونم میکس دلفین و قولاق. منو چرا کات میندازی بیرون؟ دندونا رو دیدید؟ ببخشید اصلا چشا رو باید میدیدیم ولی دندونا از چشا جلوتر اومد. این شور زرد فقط بگید آخه چی جوری یکی روش میشه توی نه اصلا معلومه پنجمین رستورانه جلوی شوهرش اینجوری بخواه به ما ربطی نداره ولی نوش جونت گشنم شد. وای وای خیلی دیگه تهشتش بود. دقت کردید یه تیکش نفس گرفت دوباره کبابو بتونه بخوره. جوشو تو رو قرآن نکن بکنه خالم به هم میخوره. سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک تا یک شما عزیزان فالوورهای نازنینم. دوستان عزیز دوست دارم که یک بار دیگه عید بازرگانی نوروز به خدمت شما عزیزان تب چه با شخصیته؟ من فکر کنم به صورت عادی صداش کلوف بود و اینکه اون صورتش فکر کنم به خاطر فکر نه 100% عمل جراحی دیگه. وای مثل تکچش شده اون زیرم نوشته مردم چه جوش رقصو آجی سمای ایرانی خیلی بهتره. وای انشالله همیشه به خوشی برای همه. تو صف آبربانک یه پسر از پیرمرد پرسید تو اینا میشه پولم گذاشت؟ پیرمرد گفت پسرم تو اگه پول داشته باشی میتونی تو هرچی بخوای بذاری. Honestly, it does kind of look like Jesus himself gave this to her baby hand. Like, I don't know why she is this smooth. این دو تا انگشت فقط داره. This isn't even the beauty filter. Like, that's just my palm. وای عزیزم وقتی مهمونا مستن خواننده نه این خیلی مسته. خواهشن در عروسی ها و پاردی ها حتی خودتون رو بدونید. من خودم یه بار یه جوری مست کردم واقعا نفهمیدم چی جوری رسیدم خونه. فقط میدونم یکی از دوستان منو بغل کرده نشونده تو تاکسی گذاشته خونه رفته و گوشیم هم افتاد تو تاکسی و اون گوشیم هم گم شد. راننده تاکسی هم دیگه نیومد. من متنفرم از این ویدیو. وای اه قصد بکنم ساسو میگه زور نزن زیر نویس کردم فکر کنم اینو میگه زیر نویس کردم میگه فقط منم و روح پدر بزرگم که از دنیا رفته. وای جدی جدی صدا اومد بوده مکافات اعمال بزنی خوردی این قانون دنیا خسته نشدم از خوندن مسیجی که میگه موری عمرم بری و سیج نمانی بودن هی واسه اجرا هم نشدم با بعد ویتا چون شما رو دارم قمی ندارم شما دادین به مجبز اجرا بسته بودن بین اون رفو نبردم زیر سال. آها من خیلی هم خودم هم خیلی رپرا تا شروع میکنن مثلا میگن که خودم هم هستم و خودم هم جزوش بودم اونم بس نبودم به این و اون و نمیدونم با مافیا نیستم و مافیا نمیذارن من با یک کاکرم اینا نمیدونم این چه دوره. لطفا از این به بعد رپر جدید دیگه چیزا نگیر چون موضوع به شدت فیک و قدیمیه. خیلی دیگه قدیمی هم. خیلی سمه. وای من عاشق لحظه هم که میرسه نگاه میکنه دهنتو کسافت میخندی گوسفند. آدم که صبح دندوناشو میشوره با گوشپانکن هم گوششو پاک میکنه. 28 سالمه این کارو یه بارم نکردم خدایش با گوشپانکن تا حالا گوش پاک نگم ولی مثلا میرم هموم من همیشه بچه همه ناخونام تمیزه جز این ناخون. الان نرید ویدیو قدیمی پیدا کنید یه روز ناخونام بدار. این ناخون مخصوص دو عملیات نه ببخشید ریدم سه عملیات. عملیات شماره 1 که همه میدونید وقتی یک دماغ خوش گیر میکنه این ناخون به داد میرسه. عملیات شماره 2 وقتی میرم هموم با این گوشمو تمیز میکنم. عملیات شماره 3 رو فقط به سرا میفهمم.
من دوست دارم انقدر بزرگ، انقدر یعنی بزرگ دوست دارم، ولی انقدر نه. این بشینه بچه‌م آسفالت میشه. میگه دارم آماده میشم برم مخ دختره رو امشب تو پارتی بزنم. امشب تو پارتی پر دختره. وای این دوست منه، اسمشو نمیتونم بیارم. یعنی بیچاره هر وقت کلی تیپ میزنه بره مخ بزنه، یه دونه مخ هم نمیزنه. بعد هر وقت تیپ نمیزنه تا سر کوچه میره، صد تا دختر میبینش، همه هم بهش آوار میدن. آج این کجاست؟ این دیوونه نبود، این خدایی چسب دیوونه ها جا نشه، خیلی قشنگ بود. عزیزم نشکنی جی، چی هست که نشون میدی؟ چه غیری هم میده. ایرپودش رفت. ساختگیه، فیکه، 100% ساختگیه. بس دیگه حالم بد شد. این واقعیه؟ این نافشه یا پس این چی بود؟ حالا سکینه سه چیز شنیده بودید، ولی این ناف بود، این مریض بود. Hey, it's me, Jerry Star. Make sure to get my new lip gloss. تش فوش داد، مجبور بودیم سانسور کنیم. بچه ها یه چیز سم، داوود خدا دوست ورژن خارجی پیدا کردم. ببینید پرا تو بریزه. خود داووده. نارنجی هم نشدیم. ماشاءالله آقای خدا دوست. چه زن صدا رو تو رو قرآن ملش فروش نکندی، حوصله ASMR رو ندارم تو این وضعیت. دیدی بعضی وقتا میخوای یه اکتی رو انجام بدی، بعد فکر میکنی اکتت خیلی شاخ و خفنه، ولی برعکس جواب میده. این بیچاره هم تیک تاکش از اون بحثا بود. وای خیلی خوبه، ولی مطمئنم الان میکاره روش سفید میشه. You with that dude now? All right. Check this out. باحال بود، خوشتیپ، خوشکل، خوشکل، والله I am not gay. خلاقیت صفر. وای گوشت اضافه است. وای خب ای توف تو چسبندت. عزیزم ریده تو هم رو هاش مدره تو سگ حالم بد شد. چجوری این حرکت رو میزنم؟ وای دمش کم، خوابی الان بهمون میگه نخ نامرئی به کلاش وصف بود. مرسی خوابی، با من کارش درسته. آبا سگ کثافت. خب این زیبایی به این خوشنده توف تنتون انده پایین خاک برو سر خرت کنن. با این مریضه این، ولی نمیدونم سینش کدوم طرفه، ولی مریضه. چنج میشه خیلی جذابا، جدی میگم این لاغر باشه خیلی خوشگله. خب گایز دم تک تکتون گرم، عاشق یک کایکتون هستم. مرسی که همیشه حمایت میکنید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. کامنت امروز واقعا دنیا به کسایی مثل شما نیاز داره. مرسی مرسی عزیزم، دمت گرم. من که همین که شما رو دارم یه دنیا برام ارزش داره. واقعا جای درده، کسی که مسخره بازی کنه همه میشناسنش، و کسی که دنبال علم و فیلسوف هستش هیچ کس نمیشناستش. درد جامعه ما همینه، نه تنها ما، حتی تو آمریکا هم چنین مشکلاتی هست. دخترایی که شیک میزنن و قلمبار رو میندازن بیرون بیشتر فالوور دارن تا کسی که فیلسوفه. به قول خود شما یه فیلم آوردم توپ. خب گایز دم تک تکتون گرم، اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم لایک کنید. امیدوارم روزها و شبهای درخشانی رو در کنار خانواده‌های جذابتون داشته بوده باشید. وقتی حواست به بدلیجات پرچه یهو میفهمی تلات نیست. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.